نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تصور کنید که در خونه خانمی داره در آشپزخانه کار میکنه، ناگهان بشقاب دستش میفته و میشکنه و شوهرش عصبانی میشه، باش دعوا میگیره، دعوا خانمم جوابش میده، مسئله بزرگ میشه و کار به دعوا و طلاق و نمیدونم قهر و اینا میرسه. و تصور کنید در یه خانه دیگه همین اتفاق میفته، بشقاب از دست خانم میفته میشکنه، شوهرش میگه فدای سرت، رفع بلا شد، بلا بزرگتر نیامد، شکر خدا. چرا انسان عکس العمل مختلف نشون میدن در یک حادثه؟ حادثه یکیه، بلکه عکس العمل دو مرد مختلفه. و یکی میبینه که طرف رو به دعوا میبره، یکی میگه نه هیچ مشکلی نیست. این برمیگرده به فرهنگ ما، برمیگرده به علم ما، برمیگرده به تجربه ما، برمیگرده به اون چیزی که درون ماست. ما بهش میگیم عقل باطن. ما نمیگیم، غیر مسلمان ها میگن عقل باطن. در وقت مشکلات اونا تصمیم میگیرن، ما تصمیم نمیگیریم. اون چیزهایی که در درون ما انباشته شده اون تصمیم میگیره. من تو برنامه بعدی صحبت میکنم در این مورد بیشتر، ولی میخوام بگم که عقل باطن رو ما باید مواظبش باشیم، ما اونا رو از آشغال پر نکنیم تا در وقت مشکلات به درد ما بخورن. متوجه هستید؟ چرا بچه ها وقتی مشکل برشون پیش میاد میگه بابا یا مامان در وقت مثلا سختی خطر؟ برای اینکه در عقل باطنش این است که بابا و مامان به درد من میخورن. متوجه هستید؟ خب حالا ربطش به خواب چیه؟ دانشمندو میگن که وقت نزدیک های خواب عقل باطن خیلی بیشتر کار میکنه. به انسان دیگه هر چیزا اختصاصاتی داره. و همین که بیدارم میشه برای چند ثانیه اول. اگه شما تصور کنید چند دقیقه اول، همین که بیدار شدید یه چیزایی اگه نسبت به طرز فکرتون یه چیزایی یادتون میاد. اگه خراب باشه هم خرابا یادت میاد که امروز والا این بدبختی است. اگه خوب باشه اون خوبیا یادت میاد. نه این است که بعضی عادت دارن، هزار خوبی هم باشه صبح بلند بشه به بدی فکر میکنه. این همه از عقل باطن سرچشمه میگیره. و در صبح و هم صبح روز ساخته میشه. دانشمندا میگن که نزدیک های خواب 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از خواب عقل باطن شروع به فعالیت میکنه. و تو باید اینجا الان چیزای خوب به مغزت بدی. و از کار خواب رو پیغمبر ما برای همین به ما گفته که همه چیزای خوبه. لذا توجه کنید که فایده‌اش چیه. من البته 10 12 تا 15 تا از کار خواب گفتم و همه‌شو خودم هم نمیخونم. یکی دو تا سه تاش که یاد بگیرید و بخونید هم کافیه. کافیه. خب حدیث اول، حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که گو از پیغمبر روایت میکنه، خود شاهد بوده، ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اوا الی فراشه کل لیله جمع کفی ثم نفث فیهما فقرا فیهما قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. حضرت عایشه شاهد است، خب کنار پیغمبر میخوابیده، زنش بوده، همسرش بوده. میگه پیغمبر وقت خواب، یعنی هم وقتی که عقل باطن شروع به کار میکنه، دراز میکشته در وقت خواب، دو تا دستش اینجوری میگرفته، در این یه فوت میکرده، باز در این قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو یک بار میخونده، سه تا رو پشت سر هم. خب ثم یمسح بهما ما استطاع همین جسده، تا اونجایی که میتونست با همین باز دستش که دوش فوت کرده این سه تا سوره رو خونده، در جسد خودش، در بدن خودش این دست میمالیده. یبدأ بهما علی رأسه و وجهه و ما اقبل من جسده، این رو از سرش و صورتش و بدنش، جلوی بدنش رو خوابیده دیگه حالا، و دستاشو مثلا تا اونجایی که ممکن بوده براش، یا حالا پشت سر که نمیتونسته، تا اونجایی که جلو مثلا تا زانوهاش مثلا تا نوک پا هم که نمیتونسته،
تا اونجایی که میتونستن با این دو سه آیه مبارک، سه سوره مبارک خوندن و بدن خود رو لمس میکردن و این کار سه بار تکرار میکردن. یعنی بار دوم هم این سوره سه سوره رو میخوندن، دوباره این کار رو میکردن، بار سوم هم این سه سوره رو میخوندن، باز این کار رو میکردن. متوجه هستید؟ حالا فایده چیه؟ خب شما آخر شب میفهمید که الله احد است، بی نیاز است، ما بهش نیازمندیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد و هیچ کس مثل او نیست. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناه میبرم با خدای صبح که از هر چیز که خلق کرده. خب تو که تو اینجا میفهمی که خدایی هست تو داری بهش پناه میبری، این تو مغزت فرو میره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. خناس میفهمی هست و تو بهش پناه میبری به خدا، این دیگه تو ذهنت فرو میره. متوجه هستی؟ غیر از اینکه کمک های معنوی هست دیگه. حدیث دوم، ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر منو گفته بود که زکات ماه رمضان رو محافظ باشم، نگهبانم کرده بود. میگه دیگه داستانش مشهوره که یک شیطانی اومد و تمام غذا رو دست میزد. میگه گرفتمش، گفت من ول کن من گشنم فلان. روز دومم گفت ولم کن من گشنم فلان. روز سومم میگه ولت نمیکنم، میبرم پیش پیغمبر. گفت من یه چیز بهت یاد میدم، تو این کار انجام بدی من دیگه نمیام. گفت اون چه کاریه؟ گفت آیت الکرسی رو بخون. بازم حضرت ابو هریره ولش کرد. سو پیامبر گفت که مهمان چطور بود دیشب؟ خب یا رسول الله اینجوری گفت. ها حالا داشت دوباره ببینید. گفت به من گفت که اگه چیزی بخونید هیچ مشکلی باید پیش نمیاد، آیت الکرسی رو بخونید تا صبح شیطان نمیاد. پیامبر فرمودند فقال النبی صلی الله علیه و سلم صدق و هو کذوب ذاک شیطان. میگه راست گفت در حال که بسیار دروغگو است، اما اینجا به تو راست گفت آیت الله، چون نمیگه پیغمبر میگفت. و پیامبر جای دیگه هم فرموده که آیت الکرسی انسان رو از شیطان حفظ میکنه تمام شب. تمام شب تو این تو ذهنت فرو میره که دیگه آیت الکرسی باز خودش چقدر معنی داره. نمیخوابه الله، همیشه بیدار، خسته نیست، دنیا در دست اوه. میفهمی دیگه؟ یعنی تو ذهنت هر شب که تکرار میکنی فرو میره یکی از این دو سه حدیثی که هر کدوم که انتخاب کردی. ابی مسعود انصاری رضی الله عنه روایت میکنه که قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر فرمودن من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقره فی لیلته کفتاه. فرمودن که هر کس آیه آخر سوره بقره رو بخونه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، اون دوتا رو بخونه، دو آیه آخر بخونه، برای شب بسه. یعنی اگه نماز شب هم نخونه بسشه و از همه بلاها حفظش میکنه. و من در جای خونده بودم که حضرت علی فرمودن که عاقل این دو آیه رو ول نمیکنه، عاقل این دو آیه رو ول نمیکنه، هر شب میخونه، چون که معادل نماز شب هم است. معادل یعنی مفسرین گفتن معادل نماز شب هم است و گفتنم که از هر چیزی تو کفایت میکنه، از هر بدبختی بر خوشبختی رو برات میاره. این از تحت عرش اومده این دعایه. خب تو چی هست؟ کلمات بسیار عالی است، باید به معنیش دقت کنید. ما وقت نداریم که همش بگیم که میخوایم آیه رو بخونیم، میخوایم که حدیث ها رو بخونیم. نوفل از شهیر از الان روایت میکنه که پیغمبر به من گفت اقرا قل یا ایها الکافرون، سوره یعنی سوره قل کافرون رو بخون. ثم نم علی خاتمتها فانها براءه من الشرك. میگه این قول یا ایال کافرون رو بخون تا آخرش و بعدش بخواب. این میگه تو رو یک سند به تو داده میشه که تو مشرک هرگز نیستی، هرگز مشرک نیستی. حدیث بعدی، پیامبر وقتی میخواستن بخوابن این دعا رو میخوندن. این حدیث نمیدونم شاید حضرت عایشه روایت کرده، بسم که اللهم اموتو و احیا، خدایا به اسم تو، اسم مبارک تو، من میمیرم و زنده میشم. این همه چیز به دست توست. شما در وقت خواب بیاد میاری، هر کدوم از اینا یک حرف داره، فقط یک حرف داره که اللهی هست تو رو داره حفظ میکنه، مرگت هم به دست اوست، زندگیت هم به دست اوست. خب خوابم یه جور مرگ دیگه، نه گوشت کار میکنه، نه چشمت، نه دهانت، نه همه چی، زندگی به دست اوست دیگه. خیالت راحت میشه، باز میدونی که بسم الله الرحمن الرحیم است، الله مهربان است. لذا تو دیگه در روز زندگی خوبی داری تا وقتی که زنده باشی. شدید معنیاش توجه کن. مثلا اینو نگاه کنید، این مثلا چقدر، من این یکی رو براتون یکم توضیح میدم. برای ابن عازب رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به ایشون اذا
اتیت مسجعک اتوضا وضوءک للصلاه. میگه وقتی میخوای بخوابی وضو کن اولا، مثل وضوء نماز. فایده چیه؟ یه فرشته بالای سرت میشینه، تو حدیث دیگه است، تا صبح برات دعا میکنه. هر وقت که غلط زدی میگه خدا اینو ببخش، این پاک خوابیده. این اولشه. صبح مستجا علی شقک الایمن، طرف راست بخواب. من بعضی از این ملحده میگه این چیه بابا، بر ما مردم میگه تا کره ما رفته تو وای چپ راست میگی. کره ما رفته اما معذرت میخوام شراب میخوره. کره ما رفته اما خود میکشه. فایده چیه دیگه؟ خب به طرف راست بخواب. ثم قل، بعد بگو، داره به صحابی خودش میگه، اللهم انی اسلمت وجهی الیک، خدای من خود تسلیم تو کردم. ببین در وقت خواب تو داری میگی، تو عقل باطنت میره، خدای من خودم رو تسلیم تو کردم، کارا به تو سپردم. دنبالش میفرماد ففوست امری الیک، کارای منم همه رو به تو سپردم، هر کار دارم. انسان حتما یه مشکلاتی داره، وقت خواب با خودت بگو خدای به تو سپردم. و الجعتو زهری الیک، به تو تکه کردم، پشتم به تو کردم، به تو، یعنی همه تکه گاهی من تو هستی. ببین جملات پشت سرم چقدر معنی داره. رغبتا و رهبتا الیک، امید به تو دارم و از تو میترسم. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، از تو نه پناهگاهی است، نه راه فراری است مگر به سوی تو، یعنی همه چیز در دست توه. آمنت به کتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت، ایمان آوردم به قرآن و به پیغمبرت، یعنی به قرآن و سنت. پیغمبر بعدش فرمودن و یلهن من آخر کلامک فإن مت من لیلتک مت و انت علی الفطره. گفت آخرین چیزی باشه که میگی در شب، یعنی اگه تو اینو گفتی خوابت نبرد همینو تکرار کن، اللهم انی اسلمت وجهی الیک، تا آخر، تا خوابت ببره. معنیش دیدی چقدر بزرگه؟ میگه فایده چیه؟ اگه مردی اون شب بر اساس فطرت مردی، یعنی تو مثل یک بچه که تازه دنیا اومده باشه، فطرت دیگه، بر فطرت مردی، بر اسلام یعنی مردی. خلاصه ای صحبت، بر اسلام مردی. و اینجا یک چیز جالب داره، البته به بس ما مربوط نیست ولی خیلی جالبه. تو نگاه کنید، اینجا بهش پیغمبر گفت و نبی کلذی ارسلته، میگه من برای اینکه اینو حفظ کنم برای پیغمبر دوباره خوندمش و به من میگه چی کردم که ببینم درست یاد گرفتم یا نه. و فقلتو، میگه آخرش گفتم به جای به نبی کلذی ارسلته گفتم و به رسول کلذی ارسلته، یعنی به جای نبی گفته رسول. پیغمبر گفته نه 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 نه، و نبی کلذی ارسلت، مثل که من گفتم بگو، یعنی رسول اصلا بالاتر از نبیه. ولی پیامبر گفت هر چیزی که من گفتم بگو. ببین اینطوری حدیث ها ضبط شده، اصل حدیث های ما اینجوری ضبط شده، یعنی منظورم این است که حفظ شده. خب اینو براتون توضیح دادم تا بفهمی که عقل باطن ما باز میگه خب من خود به خدا تسلیم کردم، نمیدونم به او پناه بردم، پناه تکه به او کردم و هیچ راه دیگه غیر از اون نیست. این دیگه صبح که بلند شدی عقل باطن دیگه کار میکنه در طول روز، متوجه هستی؟ ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، اذا ابا احدکم الى فراشه فلینفض فراشه بداخلت اداره فانه لا یدری ما خلفه علی ثم یقول بسمک ربی و ذات جنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحین. بله، پیامبر در اینجا فرمودند که هر کدام از شما که به رخت خواب خود میره، سنگ شب بلند شد نماز شب خوند یا اول شب، رخت خوابش رو با چیزی پاک کنه، ولو با گوشه لباسش. لباس های عربا دراز بوده، نه چون که نمیدونه در اون توی مثلا وقت انسان مثلا شب بلند شد، اون وقت ها که تاریک هم بوده دیگه، مثلا حیوانی نیومده باشه، حشره‌ای نیومده باشه. به هر حال این سنت هست پیامبر فرمودن. باز این دعا رو بخونه، دوباره دعا رو بیارید، بسم ربی وضعت جنبی، به نام مبارکت های خدا من دراز کشیدم، به بک عرفا، به چیز تو بلند میشم، به اسم تو من بلند میشم از خواب، این امسکت نفسی فرحم ها، اگر منو میخوای بکشی به من رحم کن، نفس منو میخوای بگیری، روحی من خب در دست تو شد وقت خواب، به این ارسلت ها فحفظ ها به ما تحفظ و به حس صالحی، اگر منو برمیگردونی هم منو حفظ کن در زندگی مثل صالحین. ببین یه دعا کردی تمام روز به دردت میخوره، باز هر شب این تکرار میشه. و این حدیث جالب رو که
اکثر شما میدونین، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میگه فاطمه رضی الله عنها اومد پیش پیامبر و گفت یا رسول الله به ما یه خادم بده، یه خدمتکار بده. فرمود الا اخبرکی ما هو خیر لکی من تسبحین الله عند منامکی ثلاث و ثلاثین و تحمدین الله ثلاث و ثلاثین و تکبرین الله اربع و ثلاثین. خب من به تو خادم نمیدم، به تو خدمتکار نمیدم، بهتر از اونش به یاد میدم. وقت خواب 33 بار بگو سبحان الله، 33 بار بگو الحمدلله، 33 بار 34 بگو بار بگو الله اکبر، یعنی همش حمد خداست، تسبیح خدا، حمد خدا، اینکه الله بالاتر است. حضرت علی میفرماد که من بعد از اینکه فاطمه برای من تعریف کرد من دیگه ترکش نکردم. قیل ازش پرسیش شد حتی در شب صفین، نیم ساعت رسول حضرت علی خوابید، جنگ صفین جنگ با امیر معاویه، حضرت علی نیم ساعت در شب خوابید. میگه ولو در شب چیز، میگه اینو من هیچ ترکش نکردم. چرا؟ یعنی مهمه. حدیثی از حفصه، ام المؤمنین حفصه، زن پیامبر، دختر امیرالمؤمنین عمر، ایشون میگه که پیامبر، ایشون هم همسر پیامبر بوده، وقت خواب پیامبر میدونست ایشون چیکار میکنه. میفرماد که کان ایزا اراد ان یرقود وضع یده الیمنا تحت خده ثم یقول اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک ثلاث مرار. حضرت حفصه میگه پیامبر وقتی بخواستن بخوابن دستشو زیر چونهشون میذاشتن، زیر صورت راستشون میذاشتن، صورت مبارکشون، و میگفتن که خدایا من رو از عذاب در روزی که بندگانت مبعوث میکنی حفظ کن، اللهم غنی عذابک یوم تبعث عبادک. سه بار میگه تکرار میکردن. این دیگه حفصه شاهد بوده، متوجه هستید؟ ام المؤمنین حفصه. این هم یک حدیث جالب است که خادم رسول الله هم شاهده دیگه، شاهده. اونم گاهی دیگه پیامبر میخوابه چی میگه؟ ایزاب میگه که انس میگه پیامبر وقتی که به فراش خود میرفتن، یعنی به تخت خواب خود میرفتن، این دعا رو میخوندن: الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و کفانا و آوانا و کم ممن لا کافی له ولا موی. و الحمدلله خدایی که هم ما رو غذا داد، هم ما نوشاند، هم ما رو حفظ کرد، هم ما رو جا داد. همه این چیزا نعمت. این مردم تو خیابونا میخوابه، مردم تو زندان هاست، تو بیمارستان هاست، غذا گوش نمیخوابه. میگه الحمدلله هر شب این دعا رو تو بکنین فرداش هم بهت روزی میده. میگه چقدر مردم هستن که جا ندارن، چقدر مردم هستن که مشکلات دارن. این یک دعای عالیست که آدم بخونه. خب زیاده، ما همشو نمیتونم براتون بخونم، فکر کنم این آخری باشه بخونم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، یعنی پسر حضرت امیرالمومنین عمر، به مردی امر کرد که وقتی به رخت خواب میری این دعا رو بخون: اللهم خلقت نفسی و انت توفاها لک مماتها و محیاها این احیتها فاحفظها و این امتها فاغفر لها اللهم انی اسالک العافیه. یک دعای عظیم است. خدایا نفس تو من خلق کردی، تو من میکشی، تو من زنده میکنی منو، تو من میکشی. اگه من حفظ کردی در یک خواب زنده نگه داشتی، من حفظ کن بعد زندگی بعدش، یه روز بالاخره خواهی مرد، و اگه میخوای منو در یک خواب از دنیا ببری منو ببخش. اللهم انی اسالک العافیه، خدای من عافیه بده، در هر دو حالت من عافیه بده. اون مرد پرسید که این از پدرش شنیدی؟ گفت نه، از اون مردی که از پدرم بهتر است شنیدم. خود عبدالله ابن عمر میگه من از پیغمبر شنیدم. پس خلاصه صحبت، حدیث ها زیاده، همه قبل بسه دیگه، دو تاشم شما عمل کنید، یک شما عمل کنید بسه. این است که در وقت خواب انسان مغز باطنش کار میکنه و شما اون رو پر کن از غذاهای خوب. هر شب تو به این غذای، همطور که جسمت به غذا احتیاج داره، روحت هم به غذا احتیاج داره. هر شب پر کن اینو، با زندگی راحت کن، خیلی زندگی راحتی انجام بده. متوجه هستی؟ الله پاک به من توفیق، به شما توفیق بده و به همه مؤمنین و مؤمنات توفیق بده. آمین یا رب العالمین. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.